بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و بک شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفس تو نعمت است و بر هر نعمت شکری واجب. سلام عرض میکنم خدمت یکا یک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین تلویزیون جهانی هادی. خوش آمدید به وقت بیداری خودتان، برنامه امشبی که در خدمتان هستیم و جا دارد که تسلیت از میگیم خدمت همه شما عزیزان. سال روز شهادت چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام را، و امیدوارم که خداوند متعال نام ما و شما را در زمره محبین واقعی حضرتش انشاءالله ثبت و ضبط بگرداند. در خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر سرور عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین حاجی فهیمی. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترم و بینندگان همراهی که همیشه با نگاه فاخرشون ترغیبگر و تشویقگر ما بودن. آرزوی توفیق دارم برای همه عزیزان و شایستگانی که این برنامه رو میبینن و در مسیر اصلاح نفس و تربیت انسانی گام برمیدارن. خیلی خوش آمدید استاد محترم، انشاءالله که قبول باشه طاعت و عبادات شما. استاد، برنامه‌ای که در خدمتتون هستیم و محضر بینندگان عزیز ما کنیم، عنوان برنامه رو که انشاءالله میدونن و برنامه رو دنبال میکنن، روش‌های غلط تربیتی است. و جلسه گذشته بحث هایی رو داشتیم پیرامون اجبار و اکراه، در مفهومش، در راههایش و ریشه و منبعش بحث شد. و مطلبی که انشالله این جلسه مهربانی بفرمایید برای ما بیشتر بازگو کنید، یکی از روش هایی که متاسفانه دیده میشه زیاد در بعضن در خانواده ها، مخصوصا از طرف جان والدین، بحث تحقیر هست. که حالا یا مقایسه میشه، شرخم میشه با کسای دیگه و این تحقیر پیش میه. امشب انشالله در خدمتان هستیم با این موضوع، انشالله مهربان بفهمید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خدمت شما عرض که بحث تربیت همونطور که در مباحث گذشته ما خدمت شما عرض کردیم یک بحث کلان مهم و کاربردی است و می تواند بالاخره ابعاد مختلف زندگی انسان رو شامل بشه. روش های غلط تربیتی رو در واقع ما به بحث کشیدیم تا به عنوان یک هشدار، به عنوان یک روش های پر آسیب در واقع برجسته شوه و ما حتی امکان تبعات این روش ها رو درک کنیم تا یک تربیت درست انسانی و به شکل بهینه خلاصه مسیر تربیت انسانی رو طی بکنیم. یکی از روش هایی که همطور که شما اشاره کردید پر آسیب است و اشتباه، بحث تحقیر و توهینه. متاسفانه تحقیر و توهین علی‌رغم این که یک روش نکوهیده است از منظر دینی و همطور جایگاه عقلی درست نداره، ولی در عین حال پرتکرار است و در واقع رایج و در جامعه ما متاسفانه به وفور به چشم میخوره و متاسفانه هر مقدار که وسعت و گستردگی این روش رو بکاویم و بالاخره در عرصه میدان هم در واقع مردم تجربه کنن، خلاصه آسیب های جدی رو در زندگی انسانی میگذاره. و تلاش ما در این برنامه هم این است که یک تذکری و تنبه باشد که از این روش ها ما پرهیز بکنیم تا این آسیب های برخواسته از این روش ها رو اگر نتوانیم صفر کنیم حداقل به حداقل برسانیم. تحقیر به تعبیر ساده و تعریف ساده شه همون کوچک شمردن، خار شمردن، پس شمردن این هاست. ناچیز شمردن. بله، ناچیز شمردن است. حالا ممکنه گناه های مختلف داشته باشد به لحاظ کلامی، به لحاظ رفتاری،
در واقع به لحاظ کلامی هم ممکن است مثلا ما مستقیما فرد رو تحقیر کنیم، توهین بکنیم، یا به شکل غیر مستقیم تحقیر بکنیم، یا خدمت شما که به لحاظ رفتاری رفتار را در واقع بروز و ظهور بدیم، از خود نشان بدیم، زبان بدن ما یک به شکل در واقع زننده باشه برای طرف و پیام را مخابره کنه که کننده باشه برای در واقع طرف احساس حقارت و پستی بکنه و در نتیجه قابل توجه مربیان و کسانی که متولی تربیت هستند به نحو معلمان، اساتید بزرگوار و خدمت شما که خانواده محترم، والدین مخصوصا پدر و مادر، اینها که متولی تربیت هستند و همینطور در سطوح بالای اجتماعی، حالا در حد وزارت خانه ها، کار مسئولان اداری، همه مسائل رو اگر سطوح مختلف این قضیه در نظر بگیریم، در واقع مخاطب این مبحث، مخاطب این برنامه خلاصه میتونه همه باشه. به هر حال ما تلاش کنیم که در رفتارمون، در گفتارمون خلاصه سیگنال هایی که تحقیرآمیز باشه، پیام هایی که در واقع خار کننده باشه، در تحقیرآمیز باشه، برای متربی و جامعه هدف خود نداشته باشیم. لذا خدمت شما که بحث تحقیر، خب حالا این کلیت قضیه است که گفتیم که خب تحقیر میتونه در واقع هم به لحاظ کلامی گناه های مختلف داشته باشه، هم به لحاظ رفتاری گناه های مختلف داشته باشه، ولی خب خوب است که جایگاه این مسئله را در واقع نکوهش تحقیر رو از زبان دین و متون دینی هم بشنویم و بدانیم که واقعا به عنوان یک انسان متدین، به عنوان یک مسلمان، موقف ما نسبت به این قضیه چیه. واقعا ما آنگونه که شعار میدیم که در واقع متدینی به دین اسلام هستیم و مؤمنی به این دین هستیم، در عمل هم بالاخره در عرصه اخلاق، در عرصه تربیت هم در واقع عاملی به آموزه‌های دینی هستیم یا نیستیم. بحث بسیار جدی است که در واقع ما باید یک تلنگوری نسبت به خود ما داشته باشیم و در مسیر تفکر و اندیشیدن قرار بگیریم که واقعا در این زمینه در خانه چی میکنیم، به عنوان یک معلم چی کار میکنیم، به عنوان یک روحانی و مبلغ چی کار میکنیم، منبرهایی که بالاخره خطابهایی که ایراد میشه، خلاصه چه مقدار در واقع رفتار کریمانه را و چه مقدار رفتار عزت آفرین رو ترویج میکنه و در واقع مردم رو در مسیر در واقع عزت خواهی و در واقع رفتار کریمانه و اندیشیدن یا اندیشه کریمانه قرار میده. از این منظر خدمت شما شد که این مباحث رو انشاءالله پی میگیریم، انشاءالله که مورد رضایت همه بیننده های محترم و همراهان ما قرار بگیره و خروجی این مبحث در واقع کاستن آلام و مصیبت هایی بشود که از رهگذر تحقیر و توهین وارد جامعه ما، وارد زندگی ما و وارد نظام تربیتی ما یا خواسته یا نخواسته بالاخره شده است. بنابراین بحث خیلی جدی و مهم است که انشاءالله حالا ما پیشنهاد میکنیم که در چند جلسه اگر پیگیری شد ما به خروجی بهتری میرسیم. انشاءالله حتما. و استاد شاید وقتی که انسان این واژه رو میشنه و تحقیر کردن اونقدر دامنه وسیع نداشته باشه به ذهن، ولی خب الان که کم کم که میفهمید انواع مختلف داره، حتی انسان با نگاهش، با کلامش، با رفتارش، با هر چیزی بتونه ایره انتقال به تیره بشه و خیلی دامنه وسیع داره. اگر ما به عنوان شروع مطلب بیایم یک ریشه یابی اگر بکنیم، چطور میباشه که ریشه ای تحقیر کردن از کجا شروع میشه که کسی میه ایره آیا دانسته میه یه کار انجام میده یا نه ندانسته میه یه کار انجام میده، بستگی به ظرفیت اشخاص داره. آیا این تحقیر کردن میگن امی کار برای کسی دیگر انجام اگه میداره اینا تحقیر حساب نمیشد یا نه، یه چیزی بحث کلی هستش.
خدمت شما شو که در مورد ریشه هاش ما بعد از این که یک سیر منطقی را اگر در نظر بگیریم شاید بهتر باشه که ما بعد از مراحلی به تبعات این قضیه بررسی در واقع بپردازیم و بعد هم اونجا اگر موردی ارزیابی بکنیم ریشه یابی بکنیم بهتر خواهد بود. ولی خب اجالتاً چون سوال خیلی مهم است اشاره میکنم برای که دوستان هم با حساسیتی بهتر و انگیزه بیشتر بحث رو پیگیر باشد. خدمت شما شد که یکی از ریشه هاش میتونه یک حقارت درونی یا ضعف درونی باشه، الغیبتو جهد العاجز مثلا، یعنی واقعا کسی که احساس ضعف داره میخواد خودش رو توانمند نشان بده، در واقع اون وقت مثلا بگه که من بالا هستم به قیمت این که دیگران پایین باشد مثلا. فرض کنیم که وقتی نتونی اثبات کنی باید آره دستاویز درسته. این استاد میبخشید اگر اجازه باشه، چون به وقتی میان برنامه رسیدیم الان ما اگه وارد مطلب بشیم باز مطلب ناقص میمونه. حالا به میان برنامه رو داشته باشیم با بینندگان عزیزمان، سری میزنیم با اتاق فرمان و بعد از میان برنامه انشالله این بحث به طور کامل خدمت استاد محترم خواهیم بود. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بزرگان، سروران گرامی، همراهان خوب برنامه خودتان و وقت بیداری. مهمان لحظات گرم و صمیمی شما خوبان هستیم با موضوع روش‌های غلط تربیتی و در محضر سرور عزیزمان استاد فهمی هستیم. ولی استاد میفرمودید در مورد بحث تحقیر. خدمت شما شد که نسبت به سؤالی که فرمودید که ریشه های تحقیر رو گفتیم که انشالله بعد از این که یک سری مباحث و عناوین رو مطرح کردیم باز به اون قضیه مفصل تر بپردازیم. حالا اجالتا گفتیم که یکی از ریشه هاش در واقع یک نوع ضعف درونی است، یعنی طرف درست تربیت نشده در واقع حالا که به لحاظ روانشناختی میخواد تبارز شخصیت داشته باشه و خودش رو نشان بده. وقت مثلا چیزی نداره بله میخواد از رهگذر تحقیر خودش رو بزرگ نشان بده که من در مراجعاتی که داشتم یا همکاری که با مؤسسات در واقع ترک اعتیاد داشتم بالاخره یکی از ریشه ها اینه که مثلا یک معتاد یکی از علت های اصلیش که به اینجا کشیده میشه در واقع همون ضعف درونی است. حالا ما اگر خواستیم این معتاد رو برگردانیم در واقع به پاکی برسانیم باید اون ضعف درونیش رو در واقع تقویت کنیم. یکی از علتهاش اینه که طرف میخواهد به مقصد برسه، حالا دیگران کرنش نمیکنه مثلا اونگونه که میخواهد همراهی نمیکنه طرف رو، میخواهد در واقع توانمندی دیگران رو ضعیف کنه، یک نوع اهرم فشار ایجاد کنه، لذا بالاخره یک سری فرافکنی و مسائلی را انجام میده که اینها پیامدش تحقیره یا مستقیما بالاخره بار تحقیرآمیز و در واقع خار کننده داره و طرف تصور میکنه که به عنوان یک اهرم فشار باشه. حالا من میخواستم که پیامدهای در واقع موضع دینی رو یا عرض کنم که نکوهش تحقیر رو از منظر آموزهای دینی که قرار بود بحث بکنیم صحبت کنم که انشالله یک مقداری به عنوان یک متدین، به عنوان یک مسلمان، به عنوان کسانی که بالاخره سالها شعار ما ای بوده
کما این که همینطور هم هست الحمدلله که ما متدین به دین خاصی هستیم، از منظر دینی و آموزه‌های دینی هم خلاصه ببینیم که تحقیر واقعا چی وضعیتی پیدا میکنه. ولی ما چون داعیه ایره داره دین ما که دین کامل ترین دین است. بله. خب باز ببینیم که در خروجی چی داره. بله. الان که بازار روانشناس خب جولان میدن یه در این بله. موارد. حالا انشالله استفاده میکنیم ببینیم که لسان دین بله. ماشی فرموده. بله. من مباحث روانشناختی را میتونستم مطرح بکنم تحت عنوان روانشناسی تحقیر مثلا که بحثای خیلی جذاب هم داره، ولی به نظرم رسید که ترجیحاً آموزه های دینی رو مطرح بکنیم که هم نکته های روانشناختی خیلی عمیق و اساسی داره و هم تا حدودی در واقع متدینان رو جهت میده و موقف دینی ما رو تا حدودی مشخص میکنه که ما به علاوه این که موظف هستیم به لحاظ انسانی، به لحاظ دینی هم تکالیف در عرصه تربیت داریم و خوب است که این تکالیف رو بدانیم. فرمایش از حضرت پیامبر عظیم الشان اسلام هست که ایشان میفرماید لا تحقرن احد من المسلمین، یعنی شما حق ندارید که یک نفر رو از مسلمان ها تحقیر بکنید، چی برسد به جمع، چی برسد به جماعتی که ما مثلا الان دیگه تقریبا میگیم که مثلا فلانی قوم، فلانی منطقه، فلانی ها مثلا. خب احد من المسلمین فان صغیرهم عند الله کبیر. آره شما چی میدونین؟ واقعا میدونین که حقیقت افراد رو میدونین، شخصیت افراد رو میدونین، مثلا تقوای طرف رو میدونین؟ خب نمیدونین. ممکن است اون کسی که در پیش چشم شما کوچک جلوه میکند بالاخره در نزد خدا از منزلت خیلی بزرگی برخوردار باشه. خب این پیام خیلی روشن و مشخص داره. اصلا بالاتر از این حرف ها در احادیثی، در مجموعه از احادیث آمده که کسی که در واقع در مسیر تحقیر بندگان خدا برمیاد و مؤمنین رو به حقارت میکشاند، در واقع رفتار یا گفتاری داره که در واقع پیام های تحقیرآمیز به جامعه، به زیر دستان، به متربی، به گروه هدف میده، در واقع اونها در جنگ تمام عیار با خدا برخواسته. خیلی احادیث تکان دهنده است که از حضرت پیامبر عظیم الشان اسلام داریم که من استزل مؤمنا او حقره لفقره و قله ذات یده شهر الله یوم القیامه. میگه کسی اگر فردی رو بخواد تحقیر بکنه به این دلیل که بالاخره خب کمبودهایی داره به لحاظ مالی، به لحاظ جسمی، میگه که خداوند تقاص این تحقیر رو میگیره در روز قیامت، در واقع او رو مشهور میکنه به عنوان کسی که در این مسیر در واقع گام برداشته و در منظر خاص و عام خلاصه خداوند او رو به حقارت میکشانه. یا حدیث است مثلا از امام صادق علیه السلام که حدیث قدسی هم هست، میگه لیعدن به حربم منی من ادل عبد المومن، عبدی المومن. میگه که باید برای یک جنگ تمام عیار کسی که بنده مؤمن را در واقع تحقیر میکنه و ذلت میکشانه، باید برای یک جنگ تمام عیار خودش رو با من خدا آماده کنه. آماده کنم. و احادیثی از این قبیل هست که در واقع زیاد هست، من نمیخوایم بپردازم، میخوایم این رو بگم که به لحاظ روانشناختی این بحث یک بحث، این مسئله، این رویش یک رویش بسیار پر آسیبیه. مثلا شما در نظر بگیرید که ما یک زخم ظاهری داریم، فرض کنید که بدن ما، عضو ما، یک جای ما خلاصه زخم میشه یا خراش برمیداره بالاخره یا عمیق یا سطحی. بله. خب ما میبینیم دیگه بالاخره و احساس میکنیم که طرف داره درد میکشه چون بالاخره پای شکسته، چون زخمی برداشته. خب ولی در اینجا خدمت شما شه که در واقع اگر کسی رو ما خواستیم تحقیر بکنیم در عین حالی که آسیب زدیم، در عین حالی که در واقع مصدوم شده، اما قابل تشخیص نیست، قابل تشخیص نیست، لذا به لحاظ روانشناختی میگه که آقا
شما یک وقت خودی درد است که البته به لحاظ مکانیزم بدنی هم بالاخره درد از لحاظ مغز اعصاب خلاصه جایگاه خاصی داره که درد رو حس میکنه، پیام های خاص رو دریافت میکنه و تحلیل میکنه. یک وقت است احساس درد است، این دوتا با هم فرق میکنه. نگاه کن، طرف درد دارد، درد دارد بالاخره، و وقتی ما زخم رو میبینیم نسبت به او احساس ما هم احساس میکنیم که بالاخره عضوی از بدن ما آسیب دیده، به هر حال رو احساس درد به طرف همراهی او، همدلی او، در واقع همزبانی با او حرکت میکنیم و موجب کاهش آلام و گرفتاری هاش میشه. ولی خب حالا تحقیر شده، طرف آسیب دیده، این آسیب ملموس نیست، درد داره طرف، ولی ما احساس درد نداریم، چون رویت نمیشه. آره ما احساس درد نداریم، چه بسا که در جای تحقیر صورت گرفته و طرف میگه نه من کجا تحقیر کردم. آره ما با خاطر همون در فلان جلسه ای رو گفتی میگه نه من چیزی نگفتم، حالا که او خفه شده و به هر حال شاید مسئله خیلی نمیشه. قضیه جدی است. لذا جملات منصوب به حضرت امیر علیه السلام هست که در واقع زخمی که از زبان در واقع برمیخیزد یا آسیبی که به لحاظ زبانی به طرف وارد میشه، یا آسیب خیلی فرق میکنه با آسیبی که از رهگذر شمشیر و نیزه و تیر ایناست، اون قابل التیام است، ولی بله ای به آسانی قابل التیام نیست. نیست بله. لذا حالا خوب است که یک خسته شدن فرصت باشه یک داستان را تعریف کنیم. یک نفری اگر کوتاه باشه چون آره کوتاه میخوایم کوتاه تعریف کنیم، گفت یک کسی پسرش خیلی بالاخره به لحاظ زبانی مردم رو اذیت میکرد. خب طرف باباش گفت که حالا یک کار بکنیم که بنده خدا کنترل بشه. گفت پسرم بالاخره تو یک کار بکن که هر کسی رو که به لحاظ زبانی اذیت کردی این میخوا رو بگیر، مثلا برو در فلانی جای انبار، بالاخره به ایزای در واقع در مقابل هر اذیتی کردی میخ بزن، در دیوار بزن، میخ بزن. یک روز مثلا 20 تا زد، بعد یک روز دیگه مثلا گفت دیدی چقدر اذیت میکنی مردم، بعد حسی کرد قضیه رو، بعد روز دیگه کمتر شد کمتر شد تا اینکه به حد اقل رسید. گفت که خب حالا برو این میخار هر میخی که برداشتی و هر کسی که اذیت کردی در واقع برو استغفار کن و طلب عفو بکن و بخشش بگیر، بعد به میزان بخشودگی بالاخره اینا رو بکشی. خب بالاخره یک روزی پسر آمد گفت که بابا دیگه من خلاص شد میخوارم کلا کشیدم. آره گفت که خب بریم با هم. رفتن بالاخره روی دیوار، حالا انبار بود چیزی بود، گفت که نگاه ببین این دیوار پر از زخمه، پر از درسته که میخوار کشیدی ولی این دیوار دیگه دیوار قدیم نیست. نه. دیوار قدیم نیست. نه. حالا گفت که نگاه شما تصور بکنید با تحقیرها این زخم‌ها را وارد جامعه کردید، وارد فرزندان خودتون کردید، خانواده کردید، بعدش دلجویی هم خب حالا دلجویی هم کردید ولی اما دیگه بالاخره این دلجویی مثل اول. بسیار عالی، تشکر می‌کنم استاد محترم. بدون فوت وقت میریم به اتاق فرمان و میان برنامه رو می‌بینیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مثبت 964 780 255 40 13 پل ارتباطی شما با برنامه خودتان است و وقت بیداری در هر ساعت و زمانی میتونید سوالات و نظرات و پیشنهاداتتون را برمارایی کنید و انشالله که کارشناسان ما با
پاسخگو خواهند بود و اما روش های غلط تربیتی. و استاد رحیمی عزیز، خب استاد یکی از ریشه ها را اجالتا اشاره شد که باز انشاءالله میرسیم به بحث ریشه های تغییر. پس برگردیم به مقدمه که شما فرمودین، بحث انواع و شیوه های تحقیر هم یاد کردید، چون ما تا شاید بعض وقتا انسان نمیدانه که کاری که الان در انجام میده یکی از گونه های تحقیر کردن است. درست. همین شیوه ها و انواع تحقیر انشاءالله که در خدمتتون باشیم تا ببینیم بحث کجا میرسه. خب همطور که ما عرض کردیم که تحقیر یک مسئله کلی است، ممکنه گونه های مختلف داشته باشه به لحاظ رفتاری، به لحاظ گفتاری و انواع گفتار، انواع رفتار، خلاصه اینها. حالا مشخصا میخواییم که عناوین را ایجاد کنیم که بینندگان ما متوجه بشه که خواسته یا ناخواسته بالاخره در این مسیر قرار نگیره. یکی از اون گونه ها استهزا و تمسخره. مثلا ما کم نداریم در نظام تربیتی، در جامعه، بالاخره در بحث خانواده، در جامعه، که بعضی گفتارهای ما، بعضی رفتارهای ما، زبان بدن ما در واقع طرف رو مسخره میکنه و پیام استهزا و تمسخر رو به طرف منتقل میکنه. استهزا در واقع مسخره کردن طرف، در آیات قرآن هم آمده که لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیر منه. بالاخره شما آره مجموعه ای را نباید بالاخره مسخره بکنید، به خاطر که چون اینجا در واقع واژه قوم استفاده شده به یک مجموعه، اصلا شما مجاز نیستین که به صورت گروهی یک مجموعه دیگر را بالاخره مسخره بکنید، شاید اونها بهتر از شما باشه. به لحاظ فردی هم همینطوریه که باز ادامه آیه میاد که ولا نساء من نساء هن، یعنی شما زنان اونها رو بالاخره مسخره نکنید، ممکنه زنهای اونها بهتر از زنهای شما باشد. و بعد میرسه به اینجا که ولا تنابزوا بالالقاب. آره، از واژه ها، از استفاده واژه ها، عبارت ها شما باید دقت داشته باشید که اینها بار معنایی داره. مثلا خب این مسخره ها هم میتونه بالاخره به لحاظ کلامی اتفاق بیفته، در قالب گفتار اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید که اینا رو دیگه چون وارد جزئیات بشیم که قدری بحث کاربردی تر بشه، مثلا فرض کنید که طرف، حالا منظوری هم نداره، مثلا فرض کنید که بچهش چاقه، یک مقدار جسیمه، میگه چاغلو. خب یا فرض کنید که یک نقص داره، کوره مثلا، بعد یک بار کور، دو بار کور، سه بار کور، شاید منظوری هم نداشته، ولی کم کم اینها تبدیل میشه بالاخره در یک باری معنایی پیدا میکنه و بعد خلاصه نتیجهش تحقیرآمیز میشه. مثلا یا فرض کنید که وضعیت خاصی داره، مثلا حالا به لحاظی فرض کنید که پایش لنگه مثلا، خب لا ولا تنابزوا بالالقاب میخواد این رو بگه که بالاخره شما حق ندارید بعضی القاب رو به دیگران نسبت بدید که بالاخره نوع حقارت و پستی و استهزا رو به همراه داشته باشه. بنابراین شما الان از این منظر نگاه کنید که پدر مادرها چه مشکل دارن، از این منظر شما نگاه کنید که اساتید محترم، معلم ها چه مشکل دارن. خلاصه بعض وقتا دست خود آدم هم نیست، با قصد و غرضی هم نمیشه، ولی خب صرفا در یک مرحله، دو مرحله یا اوائل بالاخره ممکن آدم از سر محبتی حرف بزنه که چاغلوی من مثلا فرض کنن که یا تو پول من، ولی کم 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 خلاصه اینها به یک به تعبیر در واقع علما که علم میشه و بعد خلاصه اون وقت یک علامت میشه برای طرف، وقت خود به خود بالاخره بار زننده پیدا میکنه، بار منفی میاره. آره، لذا قرآن کریم میگه که لا یسخر قوم من قوم، حق ندارین یک مجموعه دیگه رو مسخره کنید برای که ممکن است اونها بهتر از شما باشه. بعد عرض کنم که
پیامدهای بسیار ناگواری را بالاخره همین خود استهزا و مسخره داره. مثلا یکیش اینه که ممکن است که خیلی پیامد خطرناکی هم هست، ممکن است شما به کمبینی و ضعف اعتماد به من به نفس طرف منجر بشه. خب بله، اعتماد به نفس یک سرمایه خیلی مهم است که در زندگی واقعا جایگزین نداره. خب حالا ما ببین، به جایی که برای متربی این اعتماد را تقویت بکنیم، این خود باوری رو تقویت بکنیم، ببین مثلا فرض کنیم این رو صفر بکنیم یا کم بکنیم، خب یک همچی چیزی رو که پدر مادر نباید بخواه، یا مثلا معلم نباید بخواه. اصلا معلم در مسیر آموزش رسمیش باید یکی از کارها و راهکارهایی رو که پیش بگیره در واقع منجر بشه به ایجاد و ازدیاد اعتماد به نفس. ما برای جامعه باید بیاموزیم که بالاخره خودش رو باور بکنه، احساس ارزشمندی بکنه و دقیقا در واقع به اون عزتی برسه که خداوند وعده داده، ولی الله العزت و ولی رسوله و ولی المؤمنین. ولی ما بیم الان مثلا کاری بکنیم که در تعارضی با این مسئله باشه، با این مهم باشه، خب خیلی یک گناه نابخشوده نیست، یک کاریست که بالاخره به لحاظ شرعی هم ممکن است تحت عنوان نباشه، ولی تحت عنوان ایذای مؤمن بالاخره حرمت پیدا بکنه. لذا بالاخره ضعف اعتماد به نفس رو در واقع نتیجه بده و یکی از تبعات ویرانگرش ممکن این باشه که این اعتماد به نفس پایین منجر به گوشه‌گیری و انزوای اجتماعی شود. بله. حالا ما میخواییم مثلا یک فرد عضو کارآمد در جامعه یا خانواده یا بالاخره یک مجموعه تبدیل شود، خب وقتی که اعتماد به نفس نداشته باشه و ضعف اعتماد به نفس منجر بشه که بره گوشه گیر بشه، انزوای اجتماعی پیدا بکنه، اون وقت مثلا فرض کنه که یا یک آدمی گوشه گیر و حقیر و در واقع که بد و خوب کس قرض نداشته باشه اینجوری بشه، یا بالاخره گناه های دیگر هم داره که بالاخره بحث خشونت بیجا پیدا بکنه. به هر حال تو چون خودش رو نشان بده درگیر دیگه طرف احساس حقارت درونی میکنه. لذا اینا تبعات خیلی مهمیه که در روایت هم استفاده میشه که اون طرفی که داره غیبت میکنه، طرفی که داره مثلا در مسیر در واقع خاری و پس شمردن دیگران قرار میگیره، او خودش بالاخره از یک حقارت درونی رنج میبره. بنابراین این زنجیره بیمار همینطور ادامه پیدا میکنه. کمتر از دو دقیقه هم زمان دارم. بله. خلاصه جنبندی کنم این بحث رو که بحث اهانت و تحقیر یکی از روش های بسیار پر آسیب و غلط و اشتباهی است که از منظر آموزه های دینی یک امر نکوهیده و مذموم است. به لحاظ عقلی بالاخره اصلا حساب کتاب هم که بکنیم مهمه. خلاصه یک همچی چیزی در واقع شایسته جایگاه انسانی ما نیست، شایسته جایگاه نظام تربیتی ما نیست و از منظر روانشناسی هم آسیب های بسیار گسترده روانی رو میتونه داشته باشه، با دامنه بسیار وسیع. بله، با دامنه بسیار وسیع که گاهن و اکثر موارد هم بالاخره ممکن است اصلا جبران و التیامی برایشی وجود نداشته باشه، چون با آسانی قابل تشخیص نیست. بله، امور جای میخی که بله مانده. بله، همون داستانه که من عرض کردم که حالا ممکنه میخر بکنی ولی بالاخره جایش هست دیگه. بعد عرضم با حضور شما که به گناه های در واقع توهین رسیدیم. یکی از گناه ها استهزا و تمسخر بود که بالاخره به لحاظ در واقع دینی یک امر نکوهیده است، پیامدهای ناگواری داره، ضعف اعتماد به نفس، در واقع انزوای اجتماعی و بعضی حقارت هایی که میتونه خلاصه منشأ در واقع ناهماهنگی های روحی و روانی و رفتاری بشه. تشکر میکنم استاد محترم و قطعا مطلب بسیار مهم است. بینندگان برنامه را دنبال کنن، انشالله آسیب شناسی میشه، روش های غلط و راهکار دادن میشه انشالله در جلسات آینده. انشالله که برنامه تو حتما دنبال خواهیم کرد. ای گل انتظار، یا مهدی تازه تر از بهار، یا مهدی
جمعه های ما چقدر طولانی است بی تو با انتظار. یا مهدی کاش می شد شود همین جمعه، جمعه وصل یار. یا مهدی اللهم عجل ولیک الفرج. تا دیدار بعدی همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا را نگهدارتان.